درود بر شما بهمن هستم چه لمجانیم سالها پیش من به خاطر یک مورد حقوقی که بود به یه وکیل مراجعه کردم رفتم پیش یه وکیل خیلی سال پیش یه وکیل سوئدی چندین بار دیدار داشتیم تا همه چی آماده شد و یک شکایتی که باید نوشته میشد نوشته شد و فرستاده شد به جایی که باید میفرستادیم بیاد دارم در اون آخرین روزی که همه چی آماده بود برای پست کردن من از این وکیل پرسیدم که امیدوار هستی که در این راه پیروز بشیم این وکیل یه پاسخی به من داد که هرگز فراموش نکردم و درست ماننده زنگوله ای تو گوشم هنوز صدا میده ایشون برگشت به من گفت من کارم این نیست که امیدوار باشم من قصد دارم که این پرونده رو پیش ببرم و پیروز بشیم برای ما خیلی اندیشه برانگیز بود یادم داشتم می آدم خونه به حرفش درست به این حرفش خیلی خیلی فکرمو مشغول کرد خیلی هنوز که همزه بهش فکر میکنم و گمان میکنم در همون چند واژه صادق کنار هم گذاشت و به من گفت درسای زیادی هست های زیادی هست که به درد آدم میخوره و همین باعث شد که بیشتر من برم پیش ببینم آیا بین امید و قصد تفاوتهایی هست اگر هست چیه چون اگر دقت کنید ما عادت کردیم از کودکی همه میگن آدم باید امید داشته باشه امید چیز خوبیه که در نگاه نخست هم میتونه اینجوری باشه که امید چیز خوبیه اما شاید این هم مهم باشه که ما به چه چیزی امید میبندیم یک چون میتونه اون امید یا امید واهی باشه و دوم این که آیا امید داشتن سبب نمیشه که ما اونچه که مهمتره که قصد داشتنه برای پیش بردی کاری رسیدن به هدفی ما رو از کار بندازه اینو میشه هم تو زندگیامون زندگی شخصیمون بهش یه نگاهی بندازیم هم در جامعه جهانی آموخته‌های تاریخیمون رویدادهای های بزرگ تاریخی اگر فرض کنیم یک دانش آموزی یا یک دانشجوی برای داره درس میخونه که خوش آماده کنه برای امتحاناش آیا امید داشتن به نمره خوب مهمتر یا قصد داشتن برای گرفتن یه نمره خوب کدوم از اینا اگر فرزند شما بود یا اگر خود شما دانش آموز یا دانشجو هستین کدومش فکر میکنید آدم ها امکانی که به هدف برسونه نزدیک تره امیدهای ما میتونه ساختگی باشه و اگر ساختگی هست به این مفهوم که یه امیدیه که دست نیافتنیه آیا این امید ما رو فلج نمیکنه برای اینکه به اون هدف که میخوایم برسیم به یک نرسیم و یه روزی متوجه بشیم که دیگه دیر شده من یادم من از شاملو که همه میشناسنش، احمد شاملو یه سخنی شنیدم سالها پیش که اومده بود سوئد که در پیوند هست با اون که اینجا ما در موردش سخن میگیم اما در یک بود خیلی وسیع ترش و اون هم این هستش که شاملو گفت اون انقلاب جهانی نجات ای که ما در انتظارش بودیم یه حبابی بود که ترکیدو از بین رفت این سخن به چه مفهومه؟ به این مفهومه که ایشون اون انقلاب جهانی رو منظورشون همون انقلاب بلشویکی جهانی یا کمونیستی جهانی یه چیزی شبیه به اینه که چون چپی ها گمان میکردن که بر طبق اون فرمولی که مارکس درست کرده بود که جامعه برده داری جای, جای خودش رو به, جای به جامعه فودالی میده و جامعه فودالی جای خودش رو به جای جامعه سرمایه داری و سرانجام جامعه سرمایه داری هم از هم میپاشه و یک جامعه کمونیستی سوسیالیستی یا شبیه به اون به وجود میاد که همه با هم برابرن و فلان و اینا و این در جامعه جهانی رخ میده که خب روشنه که EMC نیست و امروز پژوهشگران میدونن که اصلا اون مسیر تاریخی که مارکس در موردش سخن گفته که البته خودش هم گفته که من منظورم اروپا است نه جامعه جهانی که اروپا اون تاریخ سه دوره رو پشت سر گذاشته یه همچین اتفاق نمیافته و این یک امید واهیه یک هدفیه که دست نیافتنیه این اتفاق هرگز نخواهد افتاد برای همین هستش که شاملو میگه اون یک حبابی بود که ترکید ما وقتی که یه امید واهی به میبندیم در واقع یه حبابی رو دور خودمون به وجود آوردیم که خودمون تو اون حبابیم بیرون اون حباب واقعیت هم. ما هیچ دسترسی به اون واقعیت نداریم برای اینکه خودمون رو توی اون حباب پنهان کردیم زمان که میگذری جایی میرسه که ما دیگه ناچاریم به واقعیت نزدیک شیم مفهوم این چیه؟ مفهومش اینه که این حباب به واقعیت میخوره واقعیت یه سوزن تیزه که این حباب تا میخوره به اون که تیزش میترکه زمانی که ترکید این حباب است که شاملو میگه ترکید اون وقت کسانی که تو اون حباب زندگی کردن که در این مورد شامل منظورش چپیای جهان هست میبینن که ایداد بیداد یا عمر انتظار چیزی رو داشتن امید داشتن به یه جایی برسیم طبق همه اون کتاب هایی که خوندن و همه اون تئوری‌ها که داده شده از مارکس به این سو ولی هیچ خبری نشد هیچ اصلا اون هم که فکر میکردیم که ما درست میگیم اونم نشد اون هم نشود. او این یه امید واحیه دیگه بنابراین امید داشتن در نگاه نخود چیز خوبیه من هم مخالف نیستم که آدم امید داشته باشه اما نه به این قیمت که به سن و سال موهای سفید شاملو برسیم و متوجه بشیم که تمام عمرمون در انتظار چیزی بودیم که دست نیافتنیه اگر به جای اون یه قصدی داشته باشیم شاید بهتره به بیان دیگه میشه گفتش که امید به یه چیزی میگن که ما بیرون از خودمون جستجو میکنیم اون روزی هم که من به اون وکیل گفتم امید داری که ما تو این پرونده پیروز بشیم چرا؟ چون همه کارهایی که از دستمون برمیاد ما انجام داده بودیم دیگه بقیهش تصمیمش با دیگران بود ما نمیتونستیم یه کاری بیش از اون بکنیم برای همین ناخداکا از دهن من پرید بیرون که از وکیلی بپرسم امید داری که ما پیروز بشیم خب اونم نمیدونست کسی نمیدونه که آیا آدم پیروز میشه یا نه و این یک که به بیرون آدم خودش رو بند کنه آویزون کنه امکانش هستش که به نامیدی بکشه چون اگه آدم شکست بخوره خب این, این امید تبدیل به ناامیدی میشه دیگه درست کاری که شاملو کرد گفت نه که خودش انجام داد چپی ها انجام دادن یه امیدی بستن به اون انقلاب رهایی بخش جهانی بعد که خوبا ترکید جاشو چی پر کرد؟ یه ناامیدی الان اکثر چپیایی که میبینیم چه ایرانی چه اروپایی چه از هر جای جهان که هستن که من بسیاریشون رو دیدم با سخن گفتم درشون یک افسردگی میبینیم به خاطر اینکه شاید به زبون نیارن ولی آدم متوجه میشه که اینا خب این حس با هستش که تمام عمرشون به بتالت گذشت انتظار چیزی رو داشتن که نه اتفاق افتاد و نه پس از مرگشون اتفاق خواهد افتاد بنابراین اینجور که پیداست امید داشتن به یه بیرونی آدم رو به ناامیدی میبره و ناامیدی بسیار ویرانگره اما آدم وقتی که قصدی رو داره برای انجام کاری اینکه شما میخواید در این امتحان نمره بگیری قبول شی یه قصدی داری نه فقط یه امید برای همین پشتشو میگیری و میری که بخونی و نمره رو بگیری در این قصد امکان پیروزی خیلی بیشتره اما اینکه من بشینم بخونم و امید داشته باشم که نمره بگیرم یه مقدار خطریه و تفاوتی که قصد داشتن با امید داشتن داره اینه که در قصدی که ما داریم هر کاستی که هست هر شکستی که احتمالا هست هر آموختی که توش هست چون هیچ تزمینی برای هیچ چیزی هرگز نیست هر آموختی که در راه به دست میاریم باعث میشه که قصد ما به رسیدن به هدف جرفتر میشه یعنی ما مصممتر میشیم اما امید اشکالش در اینه که وقتی که ما میفتیم توی چاله و نمیشه کهش بخواد بشه ما چی میشیم؟ میشیم ناامید و ناامید بودن خیلی خطرناکه با خودش افسردگی نمیاره و ما رو از کار میندازه این تفاوت رو ما داشته باشیم بنابراین امید اون چیزیه که به بیرون آویزونه نه به درون ما قصد چیزیه که به درون ماست به اراده خود ما که سبب میشه ما موفق شیم قصد داشته باشیم که موفق شیم امید نبندیم و اینکه قصد سبب میشه که اگر تو چاله چوله تو راه میافتیم ما رو مصممتر میکنه اما امید ممکنه ما رو به نامیدی بکشونه این دوتا بسیار مهمه امید بخشیدن هم به هر چیزی بالا پایین خودشو داره یه فراز و فرودهایی داره من و شما میتونیم کمتر امیدوار بشیم یا بیشتر امیدوار بشیم اما زمانی که ما قصدی داریم این قصد خوبیش در اینه که هی قوی تر میشه در ما هی قوی تر میشه نمیره پایین بیاد بالا بره پایین ولی امید بالا پایین داره خیلی مواقع هست ما یه روز از خواب بیدار میشیم فقط به خاطر اینکه که یه مقدار پکریم از اون چیزی که دیروز بهش امیدوار بودیم و رفتیم شب با همون امید سرمون رو گوشتیم رو بالش خوابیدیم از خواب که پا میشیم احساس میکنیم نسبت به اون اونقدر دیگه امیدوار نیستیم در حالی که نیمه شب اتفاق نیفتاده ما هشت ساعت خواب بودیم چرا ناامیدتر شدیم این خطرناکه ولی قصد شما اگه دیشب یه قصدی رو داشتید و با اون خوابیدید امروز که از خواب بیدار میشید اون قصدتون رو میرید انجام میدید میرید که به اون هدف برسید امکان این که رهاش کنید کمتره رو این حساب هستش که من این رو خواستم با هم در میون بذاریم که شاید کمکی کنه به خاطر اینکه من در بین ایرانی ها زیاد میبینم که سریع و امیدوار میشن به همون سرعت هم سریع ناامید میشن در این چالش بزرگی که ما پیش رو داریم بالا پایین زیاد داره سیاست همینه سیاست بسیار پیچیده است فراز و فرودهای بسیاری داره آدم هی میخوره زمین دوباره پا میشه ولی برای اینکه دوباره پاشیم و تعداد زمین خوردن رو کمتر کنیم و حتی یه دفعه به یه جایی نرسیم که اصلا اینقدر ناامید و افسرده بشیم که رهاش کنیم من پیشنهاد میکنم بر بنپایه اون چیزی که گفتم نه اینکه بگم امید چیز بدیه ولی بیشتر فکرتون رو و نظام فکریتون رو روی قصد بذارید نه روی امید بذارید امید اون پوسته بیرونیش باشه ولی اون هسته درونی نظام فکریتون رو قصد بذارید یعنی شما امید نبستین که جمهوری اسلامی از بین بره و در ایران دموکراسی و مردم سالاری به وجود بیاد شما قصد کردید که این اتفاق بیفته و اصلا کوتاه نمیایید حالا میخواد به هر قیمتی تموشه تموشه حتی بیان منو تیکه پاره هم بکنن این قصد داشتن امکان این که شما رو به اون هدف برسونه خیلی خیلی بالاتره و اتفاقهای روزانه شما رو ناامید نمیکنه اون چیزی بود که من خودم از زندگی یاد گرفتم از نشست و برخواست هم با کسانی که مانند این وکیله که گفتم باش چون یکی از دوستانم بود خیلی میتونه این کمک کنه که ما راه درست رو بریم کمتر اذیت شیم و کمتر به چیزهای واهی دل ببندیم من تو این 44 سال زیاد دیدم ایرانی ها به چیزای واهی دل بستن من یادم زمانی که زمان خمینی خیلی از ایرانی ها شاید الان همه فرموش کرده باشن بیشتریه ولی من یادم اون موقع با ایرانیا که سخن میگفتی میگفتم آ خمینی بمیره تموم کار اینا سقوط کردن این یه امید واهیه خمینی هم مرد و جاشم خامنه ای اومد و الان این چند دهه هم از گذشته یه همچین امید واهی هم من دیدم اینجا اونجا در مورد خامنه ای میکنن که خامنه ای تموم شد جمهوری اسلامی تمومه اینا اینجور فکرها آدم به جایی نمیرسونه اینجور فکرها بیشتر از سوی کسانی گفته میشه که هیچ برنامه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن و نمیخوانم آستین بزنم بالا خودشون یه کاری بکنن آدمایی که نمیخوان کار انجام بدن هی به چیزای بیفایده امید میبندم یکی از امیدهای دیگه ای که اون زمان یادم خیلی زمان خمینی بحثش بود این بود که میگفتن جنگ تموم شه جنگ ایران و عراق که هشت سال طول کشید جنگ تموم شه تمام کار اینا کار جمهوری اسلامی و منطقشون این بود که کشوری که در حال جنگه اینکه مردم انقلاب کنند، خیزش جنبشی به وجود بیاد که بشه مردم حکومت رو سرنگون کرد نمیشه چون جنگ باعث میشه که مردم محافظه کارتر میشن خود این سخن خودش برای خودش درسته که به هنگام جنگ این اتفاق میفته برای همین ترما همه, همه حکومت های خودکامه مانند جمهوری اسلامی جنگ به راه می اندازن. یه دلیل شروع آغاز جنگ ایران و عراق هم از سوی جمهوری اسلامی و ادامهش همین بود که بتونه داخل دگرندیش ها رو بهتر سرکوب کنه و این کارم کرد اما این به این مفهوم نیست که اگه جنگ تموم بشه به طور خودکار حکومت ریزش میکنه این اتفاق که نمی افته. بنابراین این یه امید واهیه که شوربختانه یده داشتن و من حتی از سیاست اون زمان هم میشنیدم که همچنین امیدی بستن که این اتفاق بیفته یه امید دیگه ای هم که به سخن این بار ما میخوره همین اصلاح طلبان هستند و مردم بخشی از مردم که چیزی در حدود 20 سال از زمان خاتمی به این سو این داستان شروع شد چیز در حدود 20 سال شدن بیشتر دل بستن به این گفتمانی که اصلاح طلب ها به وجود آورده بودن باب شده بود که سبب شد هی این رای جمهور اون رئیس جمهور این رای گیری اون رای گیری چهار سال هشت سال بیاد و بره و بیاد و بره و بیاد و بره بشه 20 سال تا اینکه این امید به نامیدی بکشه به افسردگی بکشه که دیدیم کشید و الان بسیاری از همیهنان ما که فریب این بازی رو خوردن الان شاید پشیمونن که چرا رفتن رأی دادن منی این که اینجا نشستم هرگز رأی ندادم از اون همه پرسی یا رفراندوم دوازه فروردین سال 58 گرفته تا به امروز به خاطر اینکه من قصد کردم که این حکومت شایسته ای ما مردم ایران نیست من امیدی نبستم به کسی یا چیزی که اینا بخواد اینجوری بشه اینا میرن اونجوری بشه نمیمونن آدم برای اینکه به هدفش برسه بعد آسنا بزنه بالا کار کنه و برای رسیدن به قصد داشته باشه بسیار مصمم باشه ما خیلی زمان رو سوزوندیم به خاطر اینکه دل به چیزهایی بستیم به چیزهای امیدوار بودیم که به درد نمیخوردم همون حبابی بودن که شاملو گفت یه روزی میترکن یه مدت هم یادم دل بسته بودن همه به اینکه آمریکا حمله کنه ایرانو بگیره شور من سری سیاست مدارای ایرانی هم دیدم و این حرفا میزنم موقع که حمله کردن افغانستان و عراق این بحثش بود که اون هم به گمان من یک امید واهیه یکی اینکه این اتفاق نمیفته اون موقعش هم من میدونستم نمیفته آمریکا نمیاد وارد ایران بشه به شکل نظامی یکی هم که اگر این اتفاق بیفته به درد ما ایرانی ها نمیخوره این مشکلمون حل نمیکنه ما فقط مشکلمون رو تبدیل میکنیم به یه مشکل دیگه نامش عوض میشه اون که در ایران باید اتفاق بیفته باید به دست مردم ایران فقط به دست مردم ایران اتفاق بیفته نه به دست هیچ کس دیگه ای تا بخواد کیفیتی برای آینده ایران داشته باشه به چیزی که میخوایم برسه و برای رسیدن به خیلی چیزایی به درد نخور چرا خیلی کار میشه کرد ولی اونا خب به درد ما نمیخورن الان تو این سالهای گذشته که اینقدر مردم ایران از خودشون دارن ماه میذارن کف خیابونا اومدن از اون پاسارگاه تو هفته آبان پنج گرفته دیماه 96 آبان هشت و تمام این درگیری ها و چالش ها و راه و تظاهراتی که پیش لرزه و پس لرزه های این خیزش ها بودن و همینجور ادامه پیدا کردن تا به اردی بهشت و خورداد امسال که یه سری باز کشته دادیم تا به این رستاخیزی که از قتل جینا محسا امینی آغاز شده و ما تا به امروز که چند ماه ازش گذشته بیش از 500 کشته دادیم و بین 20 تا سی هزار نفر دستگیر شدن چند نفر رو اعدام کردن این هم نشون میده؟ نشون میده که مردم ایران دیگه نمیخوان به چیزی امید ببندن قصد دارن که جمهوری اسلامی ها ورش دارن این دقیقا نگین سخن منه که ما اگر بیشتر و بیشتر اینجوری به جریان نگاه کنیم پرونده اینا بسته است و یک بار برای همیشه میرن به بایگانی تاریخ ایران این درسته شما رو به مهر و خرد ایرانی خودتون میسپارم با سپاس و قدردانی